دوازده سرباز پلیس ملی در شهر فرا به طالبان مسلح پیوستند. معاون شورای ولایتی این ولایت میگوید دوازده سرباز حوزه پنجم شهر فرا که به گروه طالبان پیوستند به تازگی جذب پلیس شده بودند. این عضو شورای ولایتی میگوید ضعف مدیریت در فرماندهی پلیس عامل اساسی پیوستن این سربازان به طالبان مسلح میباشد. این گزارش را همکارم خوشحال زلند از ولایت فرا فرستاده است. دادالله قانه عضو شورای ولایتی فرا میگوید دوازده سربازی که به تازگی جذب پلیس ملی شده بودند امرا با سلاح‌ها و تجهیزات جنگی خود به ولسوالی پشرود رفته و با طالبان مسلح پیوستند. دو تعداد چې برایش به تللی دي دولس کسه دي چې مخالفینو ته تسلیم سوي دي او د دو وجه هم دا ده موږ غوښتونکي د دې یو چې د دو پر جذب باندې دې دقت وسي او هغه کسانو چې د دغه اشخاصو ضمانت کړی دی هغوی دې تر پیګر د عدلي او قضایي تر پیګر لاندې ونی. یک مقام فرماندهی پلیس فرا که خواست نامش گرفته نشود پیوسته دوازده پلیس ملی را از حوزه پنجم شهر فرا با طالبان مسلح تایید می کند. اما فرماندهی پلیس فرا در این مورد از ابراز نظر خودداری می کند. در این حال شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرا پیوستن این شمار پلیس را بدون کدام درگیری از قلب شهر با مخالفین مسلح دولت نگران کننده و پرسش برانگیز می‌داند. وی وقوع این رویداد را ضعف مدیریت و استخباراتی فرماندهی پلیس عنوان می‌کند. مشکلاتی که در قماندانی امنیه از بابت ضعف مدیریت وجود داشت ما قبلا این موضوع ما بارها تذکر داده بودی اما متاسفانه که به این صحبت‌های ما کس توجهی نکرد و که بالاخره ما می‌بینی بعد از هر چند وقتی اما ضعف مدیریتی که هست آشکار میشه و یک تعداد می‌بینیم که از نیروهای امنیتی ما با مخالفین میپیوندند. فعالین مدنی فرا نیز خواهان پیشگیری از رویدادهای پیوستن نیروهای امنیتی با طالبان هستند. این در حالی است که چند هفته قبل نیز دو پلیسی که تازه جذب شده بودند نیز امرا با چندین میل سلاح و یک ماشین رنجر از منطقه باغپل شهر فرا به ولسوالی پشرود رفتند و تسلیم مخالفین مسلح دولت شدند.